من دیاکون مرادی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در حوزه کردستان که مدتی است به عضویت شورای ملی تصمیم در آمدم، با توجه به مواضع گزینشی و سلیقه‌ای و غیر دموکراتیک بودن شورای ملی تصمیم و مدیریت هرمی و نادیده گرفتن نظرات اعضا در مصوبات شورا و همچنین تبیین جرم برای ملیت‌های تحت ستم در ایران از جانب یکی از اعضای شورا و خرابکار نامیدن ملیت ها و تبیین جرم علیه خواسته های ملیت های تحت ستم و باز نبودن دریچه گفتگو و پاسخگو نبودن هیئت مدیره در برابر تکروی ها، گروه سازی های ناسیاسی در اون شورایی توسط تعدادی از اعضای هیئت مدیره و بیتوجهی به خرد جمعی و پاسخ نگفتن به سوالات و دغدغه ها و باز تکرار سیاست اتهام زنی، تفتیش عقیده، متعهد نبودن به اساسنامه و آیین‌نامه کمیسیون ها و همچنین در جلسات هیئت مدیره از طریق دسیسه و تئوری توطئه علیه افراد و اعضای معترض و پرسشگر اقدام به تخریب شخصیت فعالینی می کنند که موافق خودکامگی تعدادی از اعضای هیئت مدیره نیستند. همچنین در راستای کسب آراء اکثریت اقدام به گروه سازی می نمایند و در روند تصمیمات ایجاد موانع می کنند و اصول دموکراسی و فرهنگ چند صدایی را نادیده گرفته تا تصمیمات به صورت گزینشی و ناسالم و غیر دموکراتیک و مهندسی شده طی شود. بنده برای فعالیت در این جمع تا کنون تلاش نمودم کشورا به مسیر درست بازگردد که متاسفانه حلقه قدرت با رفتار غیر سیاسی، غیر دموکراتیک شورایی را از اهداف اساسی که همان ایجاد پارلمان یا مجلس در تبعید و تمرین دموکراسی و عدالت و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و رعایت حقوق هویت‌های ملیت‌های تحت ستم، هویت‌های زبانی، جنسی و جنسیتی، دینی و ایجاد گفتمانی چند صدایی و چند فرهنگی و چند هویتی در ساختار اجتماعی سیاسی ایران و به رسمیت شناختن حقوق جامعه LGBTQR+ و جوامع دینی در جغرافیای سیاسی ایران بود، کاملا هدفمند از این اصول فاصله گرفته. قابل ذکر اشاره کنم جمعی از اعضا نسبت به روند گفتگو بین سه جریان شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه و شورای ملی تصمیم اعتراض نمودند و نواقص تکنیکی و تناقضات محتوایی در مفاد پیمان سگانه را مطرح نمودند که تاکنون با بی توجهی نادیده گرفته شده و پاسخگو نیستند و با کمال تعجب و با همان روند بدون رعایت اصول دموکراسی و تصمیم جمعی و شورایی در مورد مصوبات و تصمیمات کلان و اساسی ساعاتی پیش پشتیبانی خود را از منشور مهسا اعلام نمودند بدون اینکه در این روند نظرخواهی از اعضای شورای ملی تصمیم گرفته شود. در این اعتراضات مشکل روند و شیوه شکل گرفتن اعتراف‌ها یا حمایت‌ها نیست که تعدادی از اعضای هیئت مدیره کاملا سلیقه‌ای تصمیم و آن را اجرا و بدون آگاه کردن اعضا آن را اعلام می‌نمایند و اعضا در رسانه‌های گروهی و در وبسایت‌ها در جریان این تصمیمات و ائتلاف‌ها قرار می‌گیرند که بسیار شوک‌آور است و این در حالی است که هیچ مشکلی در گفتگو و نزدیک شدن احزاب و جریان‌ها برای ایجاد بستر مبارزاتی و ایجاد فرصت برای همگان بر مبنای اصول جای نقد یا مخالفت ما نبوده و نیست، بلکه خودکامگی و پنهان نمودن روند و ناشفاف بودن محتوا مورد نقد ماست، نه اصول گفتگو. حتی در روند شکلگیری همان پیمان سگانه بنا به ناهمخوانی اصول متاسفانه منجر به استعفای دبیر محترم شورای مدیریت گذار شد. به وضوح مبرهن است که تعدادی از اعضای هیئت مدیره شورای ملی تصمیم از مشان را جزم کرده اند که با تصامیم خودکامه
و به دور از رعایت پرنسیپ های دموکراسی و مدیریت افقی همراه با خرد جمعی و شورایی مصمم هستند شورای ملی تصمیم را از اهدافش منحرف و به سوی نابودی بکشانند، که این نوع اعمال هیچ سنخیتی با جنبش ژینا با شعار فلسفی ژیان آزادی ندارد. به دلایل فوق ذکر و همچنین مناسب نبودن فضای شورا و مغایرت با اصول حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی، دموکراسی، عدالت و متعهد نشدن به اصول ششگانه‌ای که شورا تعیین نموده، به طور یک جانبه شورای ملی تصمیم را ترک کرده و بیش از این فضا را سالم نمی بینم. دیاکو مرادی 2/4/2023